بیننده‌های ارجمند السلام علیکم. برنامه نوبتی در صحبت صاحب دلان مهمان خانه های شماست. در روی میز کاری ما برنامه ما کتاب تازه نشر، کتاب محمد شریف ابن شاه بدل ابن ملک شاه بانام مناقب شیخ مصلحت دین خجندی که با مقدمه تصحیح توضیح و تعلیقات و فهرست ها از جانب یک نفر نفری فرهنگی نفری صاحب دل صادر خان عمرف روی چاپ را دید و این کتاب به شکل با حروفات کریلی بار اول نشر می شود و حدودی 448-450 صفحه را دارد و از جانب مطبعه ناشر روی چاپ را دیده است و این کتاب سال نشر وقتی معرفی شد برای گرفتن جایزه به نام بابا جان غفور مشرف گردید و اون نفری که برای تالیف این کتاب برای روی چاپ دیدن این کتاب سالهای زیاد زحمت و محنت کشید امروز مهمونی برنامه ما هستند. صادر خان عمرف مهمونی برنامه در صحبت صاحب دلان خوش آمدید. من مهمونی عزیز رو هنوز از زمانی کرسی مکتبی میشناسم. برادر عزیزی ما صادر خان عمرف از ما دو سال بالاتر در مکتبی میانه رقم 31 نوحی بابا جان غفوروف هر دوی من در یک مکتب تحصیل کردیم و از همان زمان من احساس میکردم که واقعا هم نفری که همیشه که زندگیش با کتاب است و اگرچه با بعد ختم مکتب زندگی این کس با علم اقتصاد چون به فکلتی اقتصاد شامل شدن و بعدن گویم بعدی پژوهش های زیاد در این رشته نیست اون کس امروز در رشته اقتصادی برای دانشجویان درس میدهند. امروز صادر خان عمرف سرمعلمی کافدری اقتصادات جهانی دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان در شهر خوجند میباشند و استاد باری دیگر شما را خوش آمدید میگویم. من گفتم که این کتاب نامش مناقب از همین وقتی مثلا بیننده خواننده عادی این کتاب به دست میگیرد معلوم است که مناقب شیخ مصلحت دین خوجندی از این گوییم نام شیخ مصلحت دین برای ما شناس است و مثلا هر یک خواننده میگوید که مناقب چی است این مناقبش مناقب گفتن این گپ گفتن سخن چی است. من میخواستم سخن از همین آغاز کنیم که اصلا خود مناقب چیست و این چیگونه اثر است و در برابر همین برای چی مثلا شما مناقب شیخ مصلحت دین خوجنده رو گوییم توجه کردید و روی چه باردید. السلام علیکم دوست عزیز هم جان. السلام علیکم بینندگان عزیز. من بسیار خرسند هستم که امروز دوستمون الهام جان ما را به این برنامه بسیار هم جالب معاصر در صحبت صاحب دلان دعوت نمودند. این یک وسیله است که ما باز هم ارزش های بلندی معنوی و فرهنگی که ملت تاجیک دارد در اینجا معرفی می نماییم. اصلا مناقب نویسی این یک ژانر تاریخی و ادبی است که به تعریف و توصیف یک نفر از علما یا عرفا بخشیده می شود. در آن از اصل نسب، زمان زندگی، ریاضت و کرامات، استاد و شاگردان معلومات ها آورده می شود. اصلا توجه نمودن بنده به این سمت یعنی آموزش دستخط ها، مناقب ها، نسب نامه ها در آن بود که چخیلی که همگان می دانیم باید که هر نفری که وطنش را دوست می دارد بر عوضی نان و آبی داده وطن باید خدمتی کرده باشد و دیگر این است که از همون دوره هایی که خیلی که الهام جان اینجا قید کرده جوانی ما بغیر از اونی که اقتصادچی بودیم باز به همین تاریخ و فرهنگ ملت تاجیک ذوق زیاد داشتیم. من از خاطر نمی برارم که در همون رفهای تاکچه های بابایم کتاب هایی که با حروفات عربی بود نگاه داشته می شود من می گرفتم ورق می زدم اما خونده نمی توانستم خط را نمی شناختم و آرزو می کردم که یک روز من البته این کتاب ها را خونده می توانستگی می شدم و خرسند هستم که امروز به همین مقصد خود نویل شدم و یک خدمت برای
وطنی عزیزم، برای ملت عزیزم، برای خوجند عزیزم کردم. تشکر واقعا. این بینیده مثلا برای اون که خطی فارسی رو عربی احساس رو اگر شما شناسید، البته پیش از همه برای وای آموختن در کار و زحمت هایی گویم همون حکمتی ملا باشه تکرار کن بی سبب نیه، یعنی شما تکرار میکنید. مثلا من هم گوه تکرار مادری دانش، بله بله بلد هستم، گوه میخونم حرف های فارسی رو و گویم کتاب های فارسی رو، و اگر یک فاصله شود فرض کردیم یک ماه دو ماه اگر همون خط نخونم دیگر از خاطرم میرود. مثلا گویم چون اونجا زیر و زبر ندارد، شما حرف رو به هم پیوست میکنید و خونیشش گویم از چپ به راست، از راست به چپ است، و بنابر همین من فکر میکنم چی لیکن توجه کردن، غیرت کردن، کوشش کردن. من برای چی این سخن میگم برادر عزیز؟ برای اونکه مثلا خانه های همه تاجیکان اثر ها هست، اثر کتاب های هست، هست که مثلا هست. کتاب هایی که از گذشتگان من شکرانه زمان استقلال، امروز شکرانه که رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصا اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمون خودشان تشبث نشان داده، گفتند که مردم در راه سوادناکی خودشان پیش از همه از گذشتگان خودشان پیش از همه آموزن، دسترسی به آثار نیاگان، مثلا از آثار نیاگان به حروفات کریلی چاپ شدن، حتی همین کتاب تا سال 2015 تا زمانی نشرش به شکلی گوییم دستخط وجود داشت. دستخط وجود داشت، بله. شما این رو گرفتید مثلا به شکل کریلی، الفبای کریلی اساس این روی چاپ دید، یعنی فکر میکنم این علاقه بسیار یک کاری بزرگ هم شد. خب من یک سوال دیگر ما شما پرسیدنی هستم در مورد شخصیتی شیخ مصلحت دین بدی دونی نوری، که مثلا واقعا یک شخصیتی بزرگ تاریخی، یک شیخ بزرگ، عارفی بزرگ، نفری که به قول کمال خوجند رو به نام این شخصیت بسیار میشناسند و معروفیت این کس. من وقتی شما با من برای بیننده ها گفتنی هستم تا فرصتی آمادگی این برنامه برادر عزیزی ما به من با سایه دستشان این کتاب رو به من همچون ارمغان تقدیم کردن، سپاس از این واقعا ارمغانی بی‌بهایی که برای شما ارزنده. سلامت باشید و ارزنده. تشکر. و وقتی که من صفحه های اولی اون رو ورقم گردان کردم، همونو بازم برای تقویت فکر اینجا انا همون غزلی کمال رو آوردند که من چهار مصرع آخرین اون میخوانم: در صفی صوفیانی پند پذیر، گر مریدانی مصلحت شنوید، دامن افشان ز خانمان چو کمال، بر دری شیخ مصلحت بروید. یعنی اینقدر مثلا شخصیتی بزرگ بودند. من پرسیدین هستم برای چی مثلا شما گویم به انا همین شخصیتی به آموزشی زندگی نامه و آثاری چون یک شخصیتی بزرگ تاریخی گویم توجه کردید؟ اگر خطا نکنم سال 2008 یکی از سیماها، یکی از تلی استودیو های جمهوریوی یک برنامه تشکیل کرده بودند در باره عموما نسب شناسی، نسب شناسی، و در هنگام همین برنامه ما وعده کرده بودیم که در آینده با اذن الله البته به مقصد خود میرسیم، یعنی همین معرفی نمودنی شیخ مسیحدین خوجندی. شیخ مسیحدین خوجندی این شخصیتی محوری هستند برای خوجند. 800 سال این جانب مردم خوجند این نفر را با نامهای نکو، با یاد نکو یاد میکنند. در زمان زندگانی هاشان هم این نفر را علاقه از مغرب تا مشرق میشناختند. من میخواستم که همین معرفی نمودن شیخ مسیحدین خوجندی همچنین یک شخصیتی برجسته، عارف، برای نسل آینده ما، برای نسل آینده ملت تاجیک همچنین یک الگو باشند. برای همین هم به معرفی نمودن همین شخصیت شیخ مسیحدین خوجندی دست دادیم. تشکر. خوب من همین شیوه تعلیف این مناقع پیش از همه چگونه است و شیوه تحقیقات شما بیم در همین سم چگونه بود؟ معلیف بسیار هم گرانقدر محمد شریف ابن شاهبدال ابن ملک شاه این اثر را در دهه سیوم عصر 19 تعلیف نموده است. هنگام تعلیف نمودنی
ин асар муаллиф кӯшидааст ки ҳарон маълумоте ки дар бораи шайх Масъуддини Хуҷанде, дар бораи ҳазрати бобои Хуҷанде, дар бораи Бурҳониддини Кабир, Абдуллоҳи Сабзпӯш, ишони шайдо шоир, дар бораи дигар бузургони Хуҷанд буд, дар як ҷо ҷамъ кунад. ва шевии кори мо ин буд ки он нақлҳое ки дар ин асар оварда шудааст, сарчашмаи ҳамии онҳоро муайян кунем. яъне муаллиф нақлҳоро овардааст, порчаҳои назмиро овардааст ва дар ҳеҷ ҷои асар ба сарчашмаи онҳо ишора нанамудааст. мо кӯшиш кардем ки сарчашмаи ҳамин нақлҳоро, сарчашмаи порчаҳои назмиро муайян кунем ва ба ҳамин мақсадамо ҳам расидем. баъзе нуктаҳо, баъзе таърихнома солҳоро низ ман ишора кардам ки масалан агар гуфта бошад вафоти он ҳазрат гӯяд, агар шумо аллакай даруни қафс соли он вафотро навишта, соли онро, соли онро муайян кардем. мо ҳангоми муайян намудани ҳамин сарчашмаи нақлҳои порчаҳои назмӣ аз асарҳои классикон истифода бурдем, махсусан аз насабномаҳо, насабномаҳое ки мутааллиқ аст ба мардуми Хуҷанд ва атрофи он, ки тахминан дар ҳамин асар мо аз 16 насабномаҳо истифода бурдем, ки агар ҳамин насабномаҳо намебуд, бисёр масъалаҳои мубраме ки дар ин асар омадааст нокушода мемонданд. бале, яъне мувофиқати замони гӯем воқеаҳо гӯем ба воситаи анамон насабномаҳо низ шумо мушаххас карда гирифтед. масалан дар ҳамин асар дар бораи як нафар бузурги Хуҷанд, Бурҳониддини Кабир, маълумот оварда шудааст, ки ҷои қабри онро муаллиф муайян мекунад, яъне дар леҳаи Шайх Бурҳон. то ба имрӯз мо мардуми Хуҷанд мо фикр мекардем, ки дар бораи ин бисёр мақолаҳо ҳам чоп шуда буд, ки ин як мазори Шайх Бурҳониддини Қилич аст. аслан Шайх Бурҳониддини Қилич аз шогирдони беҳтарини Шайх Масъуддини Хуҷанди ҳастанд, аслашон аз Ӯзганд аст. мардум фикр мекарданд, ки ҳамин қабр мутааллиқ аст ба Шайх Бурҳониддини Қилич. Ӯзганд дар ҳозира дар ҳудуди Ҷумҳурии Қирғизистон аст. Қирғизистон аст. аз як насабномае, ки мо аз Конибодон дарёфт намудем, маълум мешавад, ки ин шахс Бурҳониддини Кабири Хуҷанди буданд ва бо панҷ восита ҳар ду набирагони Шамсиддини Бузурги Хуҷанди буданд, бо ҳамроҳии Шайх Масъуддини Хуҷанди ва дар як замона бо Шайх Масъуддини Хуҷанди зиндагӣ карда буданд. ва ҳамин дарёфти моро боз як асари дигар мулҳақот ба сурохи Ҷамоли Қарши, ки ду маротиба дар Хуҷанд ба Хуҷанд сафар карда будааст ва аз фарзанди ҳамин Бурҳониддини Кабир, Бурҳониддини Муқри таълим гирифта будааст, тақвият мебахшад. замони зиндагии Ҷамоли Қарши ба асри 13 рост меояд, ки қариб ҳамзамони худи Шайх Бурҳониддини Кабир ва Шайх Масъуддини Хуҷанди ҳастанд. ё насабномаҳо ба равшан намудани масалан асу насаби ишони шайдои Хуҷанди, шоири асри 17, асри 18. ё ин ки насабномаҳо барои муайян намудани фарз кардем шахсияти он шахсияти дар оромгоҳи гумбази Қошуқ дафн шуданд кӯмак расониданд. асли номи ин нафар Қосим Шайх будааст ва бо лақаби арбоби Қошуқӣ машҳур буданд, ки ҳамин маълумот аз як насабномае, ки мо онро аз деҳаи Пули Чуқур дарёфт намудем, кушоду равшан шуд. ташаккур воқеан ам фикр мекунам ин аввалин як суоли дигар инҷа гӯем зеҳни ман пайдо шуд. аввалин маротиба ана ҳамин китоб ба шакли дастхат ба дасти шумо кай расид ва масалан барои пажӯҳиши ана ҳамин гӯем китоб гӯем то фурсати чопашу то фурсати он ки масалан таълиқоту дигар тасеҳҳое ки масалан инҷо бо ворид кардед чӣ қадар фурсат гузашт ва нусхаҳоро чӣ гуна пайдо кардед? гӯем омӯзишу пайдо кардану дастрас намудани он нусхаҳо ба шумо кӣ кӯмак кард? албатта ки шавқро раҳбар мешавад, инсон ҳама чизро фаромӯш мекунад ва аз пайи мақсад мешавад. тахминан 20 сол аст, ки атрофи ҳамин бузургони Хуҷанд маълумот ҷамъ мекунам. чӣ хеле ки дар боло қайд кардам,
این معلومات ها اساساً از نسبنامه ها، از مناقب ها عبارت است. اولین نسخه که من با آن شناخت شدم این یک نسخه که در یک دفتری چخیلی که میگویم دفتری 12 ورقه تخمیناً سالهای 60 برای نویش شده بوده است، از مولی موروثی خیش تباری خدا ما احمد خان غازیف از محله رزاق دسترس شد و آن را برگردان نمودیم با استاد احسان جان عاقیلف. بعد اطراف همین مسئله باز شوق و رغبت هم زیاد شد و یک نفر بسیار دوست عزیزمان ابراهیم نقاش از پنجکند، خطاط، شاعر، نویسنده که بسیاری مردمی تاجیکستان اون کس را میشناسند، به طریق هدیه یک نسخه دیگری مناقب شیخ مسیحالدین را به ما دسترس نمودند که الان در همین بایگانی شخصی من اون نسخه محفوظ است. و نسخه دیگری اون را وقتی که من سفر داشتم به اینستیت شرق شناسی ازبکستان به نام ابراهیم بیرونی و در کتابخانه دستخط ها کار میکردم، تصادفاً باز یک نسخه دیگری مناقب شیخ مسیحالدین خجندی، نسخه اصل، نسخه بسیار هم کامل را پیدا نمودم که در این خدمتی خیلی گران استاد ما شاهنیاز مصایف خدا رحمت کند خیلی زیاد است. اون کس در همین اینستیتوت کار میکردند و برای دسترس نمودن همین نسخه برای ما خیلی کمک زیاد کرده بودند. و نسخه دیگر را هنگام قریب به اتمام رسیدن کتاب برای ما دوست عزیزمان پروفسور دکتر علم های فیلولوژی فخرالدین جان نصرالدینوف به واسطه دوستشان از پاکستان عارف نوشاهی دسترس نمودند که همه این نسخه ها از این نسخه ها در جمع 5 نسخه شد. و یک نسخه باز دیگر فراموش نکنم، این از نسخه از مولی موروثی مخدومی بلبل است که بسیاری خجندی آن نفر را در عصر 20 میشناختند با واسطه شاعر دراماتورگ سید امین جیلا دسترسی ما شد که به همه این نفران من منتداری خود را بیان میکنم که در همین خیلی هم کاری که برای ملت تاجیک برای خجند عزیزمان خیلی هم ارزنده است، خدمت شایسته آنها نیز هست. همین نسخه ها به زبان تاجیک فارسی بود؟ همین نسخه ها به زبان فارسی است، فقط در مقدمه در بعضی جایها از آیات قرآنی از عباره های عربی استفاده شدند که ما آن را در فهرست همین کتاب ترجمه آنها را نیز آوردیم. تشکر واقعا هم وقتی یک منبع هست، یک ماخذ است، گویم این برای شما یک، گویم اگر برای مثال، برای تشبیه گویم به مثال یک حوضی گویم، و وقتی ماخذی دیگر و ماخذ های دیگر بازم پیدا می شود، نسخه های دیگر برای شما علاقه امکانات ها برای تحقیق واسه چون همیشه که در مقایسه و علم ها همیشه که مثلا تقاضا همین است که مثلا مقایسه میکنید و از مقایسه خلاصی خود را میبرید. صد یک مسئله دیگر ما میخواستم از شما پرسیده باشم، شما نفری که به جز اون که مثلا بسیار یک کاری پر ارزش را انجام داده در راهی شناسا کردن چون شخصیت های بزرگ برای عمه امروز، و شما در محله یویچی جماعت یاوه این نوحی بابا جان غفور و همچنین راهبری انعامی کمیتی محله رو نیز به ذمه دارید، استادی دانشگاه هستید و همزمان راهبری کمیتی محله رو به ذمه دارید. من میخواستم در مورد اوینی محله داری اشبا پرسیده باشم که مثلا در همین فرصت اوینی محله داری رو چگونه شناختید برای خودتون؟ تخمیناً 4 یا 5 سال میشود که ما همین در خدمت مردمی محله یایچی جماعت دیهاتی یاوه هستیم. محله این یک ساختار مهم اجتماعی دولت است. بله. محله این محافظ سنت و انانه های ملت است. محله این جای تربیه نسل جوان است. محله این جای پیاده شدن سیاست دولت است. یعنی یک جزئی مهمی ساختار امروزی دولت کشور عزیزمان تاجیکستان است. البته محله داری چخیلی که ما میدانیم از قدیم الایام آداب و رسومی خود را دارد. در محله بسیار مسئله هایی که مربوط به ساکنانش باشد، در همین
سری یک پیاله چای در چایخانه محله در نشسته حل می شود و بسیار مسئله های سیاسی فرهنگی که از طرف حکومت ارائه می شود در همین نشسته حل و فصل می شوند، طرفداری می شوند. محله ما یکی از محله های من فکر می کنم بهترین است، برای آنکه ما سال 2015 محله از روی آزمونی محله آبادترین در جماعت دیهاتی یو و جای اول را اشغال نموده بودیم. بعد سال 2016 در ناحیه باباجان غفورف نیز جای اول را صاحب شدیم. در طول همین چند سال اخیر ما در محله یک چند چاره‌بینی‌ها را عملی نمودیم، از قبیل مثلا عوض نمودن قبرهای آبگذار، عوض نمودن ترانسفرماتور برقی، ساختمان اتاق کاری کمیته محله، روشنی نمودن کوچه ها. برای چی؟ برای آنکه محله این خانه دویمی ما است، زیاد از نصف حیات ما در محله میگذرد. اگر محله آباد باشد، البته این برای زندگانی، برای خوشگذراندن زندگانی انسان یک عامل مهم است. شکر و خیلی من چون خوب میشناسم محله یوچیرو و بارها از اون محله گذر میکنم و واقعا به چشم سر میبینیم که محله خیلی خیلی آباد شده است. است گفتید که اون چیزی که واقعا هم در گوی وقتی بیگوهی میگذاریم علاقه روشنایی چراغ ها افاده کننده اون که مردم رو رئیسی کمیته محله بسیار نقش کلیدی دارد، مثلا مردم رو سرجمع کردن، مردم رو در راه شناخت انمون ارش رو روانه کردن، مردم رو به آب دستی سبز داشتن هدایت کردن و من فکر میکنم همه کار به رهبر خودش اول پیش گذاشتنش در کار، یعنی یک قدم پیش میگذارد. البته من سببی این مسئله گذاری کردگی همین که برای بیننده ها یک نکته رو گفتنی هستم. در محله یوچی چند سال است که کتابخانه محله عمل میکند و این تشبث نیز از جانب استاد صادرخان عمرف راه اندازی شد که مثلا من فکر میکنم وقتی به این کس گفتم که کتابخانه عمل کرده، بله گفتن عمل کرده، بسیار خوشنودم شدم که این کس مغازه فروشی مال ها نکشادند، این کس کتابخانه کشادند که مردم با فرهنگ باشد، با زندگی با کتاب داشته باشد، با زندگیشون با کتاب توأم باشد. چون همیشگی اون نفرایی که تا امروز زندگیشون با کتاب بود فهمیدن که واقعا سعادت انسان در معنویات است و امروز در راه تطبیق سیاست دولت چون گفتن که مثلا به قول میگن که وطن سر می شود از گهواره و واقعا وطن دوستی پیش از همه از اویله، از محله، از همون کوچه، از همون جایی که گوییم وطنی خورد میگویند که یعنی اون جایی که در اونجا تولد شدن، کلان شدن، از محیط کودکی به چشم سر میبیند، میبیند که کتابخانه هست، میداند که مثلا برادرش یا خواهرکش میدروید از پی امانها. در اول چیزی که شما گفتید که کتابی که در اول به دستی من رسید، من چیزی از خط نمیدونستم، لیکن من میگفتم که من کلان شدم، حتما من این حرف را یاد میگیرم، میاموزم، یاد میگیرم و پی آموزش این اثرها. ببینید کتاب بی زیری چنگ نیستاد، کتاب ورقش گردانیده شد. من میخواستم در همین مورد مثلا نظر شما رو پرسیده باشم که پیش از همه چون گفتم که هدفی گشادن کتاب خانه باز اگویم سواد نکردنی معلوم بود، البته چی بود؟ البته چنین است. کتاب این سرچشمه دانش، چراغ هدایت، راهنمای زندگی، انیسی کنجی تنهایی است. بله. این فرزندی معنوی انسان است. بله فرزندی معنوی انسان است. البته شما چه خیلی قید کردید، ما در محله یک کتابخانه هم تاسیس دادیم. این تاسیس دادن کتابخانه ما در زمانی صورت گرفت که ما یک محفل گنج سخن رو هم در همین محله تشکیل کرده بودیم با همراهی استاد سید عمران سیدوف، منتداری خودم را با آن کس بیان میکنم. بسیار شاعران و نویسندگان بزرگان در آنجا حضور داشتند و اون کتاب هایی که ما در اونجا جمع جمع 600 کتاب جمع کردیم همش به طریق رایگان بود، به طریق هدیه. اون عالمان و نویسندگانی که همون روز تشریف آوردن همراه خود کتاب های زیاد آوردن، از کتابخانه ولایتی تاشقیجی اسیری یک قدر کتاب ها گرفتیم از دوستان. امروز در محله ما البته شخصانی هستند که کتاب میخوانند، مخصوصا جوانان، و یک رئیس بابایی
بسیار بزرگ هم داشتیم که یک ده روز اینجانی با ما نیستند و وفات کردند. محمد جان یوسوپوف بسیار یک شخصی عجیب بودند. قریب همون 600 کتابی که دنبال در آنجا داشتیم در طول همین 4-5 سال آخر من فکر میکنم خوانده تمام کردن. یکی از کتابخانه های بهترینی من شاید فکر میکنم ولایت هم باشند که هر هفته به کتابخانه ولایتی تاشقیجه اسیری آمده 5-10 کتاب میگرفتند و اون را پوره خوانده تمام کرده برمیگردندند. خدا رحمت کند بسیار انسان نیک بودند، برای کشور بسیار خدمت کرده بودند و همین شخصیت وقتی که ما از سر یک پیاله چای می نشستیم همین کتابخانی رو، ارزش کتابخانی رو به جوانان محله بسیار می فهمانیدند. البته این بسیار خوب است که امروز جوانان ما یک روحی تازه گرفتند از این آبادی های و از این اقدام های خیلی خوبی پیشوای معظم ملت و رو به دانش آوردند. ما کوشش میکنیم که در آینده باز کاری کتابخانه را جانانه نماییم، خوانندگان زیاد را جلب کنیم، فاند کتابخانه را باسم غنی گردانیم. تشکر. خوب سخن از کتابخانه رفت، من میخواستم یک سوال عنوانی برنامه هست، چون شما نفری هستید که امروز در فاصله در یک فاصله عمر با خود یک کلواری بسیار خوبی تجربه زندگی دارید و گذشته از این در تربیه فرزندان مردم نیز خدمتگزار هستید، در سمت معنویات آنها چون استاد دانشگاه هستید و در محله نیز با تشکیل همین اقدامهای نجیبی که در راه رشد معنویات جامعه خدمتگزار است سهم ارزنده دارید. من میخواستم سه مصلحت شما رو برای جوانان و نورسان نوخط ما گوییم بیان داشته باشید، که اگر من به شما گویم که چی مصلحت میدادید و اون سه مصلحت شما کدام خواهد بود؟ من از این تجربه که خودم گرفتم در همین عمری نه اونقدر زیادی خود، انسان باید که پیش از همه به محنت روی آورد. محنت انسان رو تربیه میکند، تربیه میکند. انسان باید که در نزد خود مقصدهای بزرگ رو گذارد و سعیمش این است که برای به مقصد رسیدن وسیله اساسی این علم آموزی و دانش اندوختن است. من به جوانان امروزی میگویم که آنها باید زمانه ساز باشند و در همه سمت ها رقم یک باشند. برای آنها من موفقیت ها در جاده خواندن و آموختن و هنر آموختن آرزو میکنم. تشکر زیاد، تشکر زیاد به شما برای پذیرفتن دعوت ما، تشکر زیاد برای این تحفه بسیار گران ارزش، این کتابی که به من تقدیم نمودید. این البته در کتابخانه تلویزیون اسم یک رو بازم گویم دیگر همکاران ما از این بهره‌ور خواهند بود. گذشته از این تشکر برای آن که برنامه ما رو بازم رنگ و مضمون تازه بخشیدید. شما تشکر. به شما پیش از همه سلام باشید. تشکر به شما پیش از همه برای کار موفقیت ها و کامیابی ها در این کارهایی که واقعا در خدمت مردم بودم و هر روز برای زندگی این مردم یک تازه کاری، یک صحیفه تازه رو با رنگ های تازه زندگی وارد کردم. پیش از همه برای کامیابی خواهم. در آن دو باز کشش میکنیم که بایتون ملت ما خدمت کنیم. سلامت باشید. بیننده های ارجمند اینجا میرسیم به انجام برنامه و در صحبتی ما بودن یک نفر صاحب دیل صادق خان عمر. خیر، خان آباد و سربلند و کامیاب باشید.